شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از متن و حواشی مراسم اسکار، حواشی اظهارات یکی از داوران برنامه عصر جدید و چند خبر دیگر را مرور کنیم. مراسم اسکار، حاشیه پررنگ‌تر از متن. 94مین دوره اعطای جوایز اسکار صبح 8 فروردین به وقت ایران برگزار شد و در اصلی ترین بخش ها کدا برای بخش بهترین فیلم، جین کمپیون برای کارگردانی فیلم قدرت سگ و فیلم بلفاست برای بهترین فیلم نامه اسکار را از آن خود کردند. اما مهمترین حاشیه این مراسم که از خبرهای جوایز پررنگ‌تر شد، سیلی ویل اسمیت برنده اسکار بهترین بازیگر مرد به صورت کریس راک مجری مراسم امسال بود. موهای سر جیدا اسمیت، همسر ویل اسمیت، به دلیل بیماری ریخته و کریس راک در بین شوخی‌های خود با این مسئله هم شوخی کرد. شوخی که به مذاق این زوج خوش نیامد و ویل اسمیت ناگهان روی سن رفت و سیلی محکمی به صورت مجری برنامه زد و بعد هم با فریاد به او گفت اسم همسرش را از دهان کثیفش خارج کند. این کار ویل اسمیت واکنش‌های بسیار زیادی را هم در بین هنرمندان و هم در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و در کنار عده اندکی که از کار او حمایت کردند، اغلب افراد ضمن تقبیح شوخی کریس راک رفتار خشونت‌آمیز علیه او را محکوم کردند. خود ویل اسمیت هم با انتشار یادداشتی رسماً از کریس راک، اعضای آکادمی و مهمانان مراسم عذرخواهی کرد. حواشی اظهارات یکی از داوران عصر جدید. در جریان یکی از قسمت‌های مسابقه عصر جدید، ژاله صامتی به عنوان یکی از داوران این برنامه خطاب به یک پسر جوان که با اجرای ترانه محلی می‌خواست استعدادش را به نمایش بگذارد، با لحن تندی گفت که وقتی اینجا اومدی اول باید کلاس فن بیان بری، لهجت رو فراموش کنی و بتونی حرف بزنی. این شکلی نیست که بیای اینجا و همین جوری بخونی. لحن این داور و به خصوص آن بخشی که در مورد فراموش کردن لهجه صحبت کرده بود، واکنش‌های بسیار زیادی را برانگیخت. هرچند برخی کاربران گفتند صحبت‌های خانم صامتی در حوزه موسیقی بوده و نکات فنی محسوب می‌شود و قابل دفاع است، اما اغلب مخاطبان و حتی متخصصان زبان و ادبیات فارسی این اظهارات را غیر قابل قبول دانستند و خیلی‌ها هم یادآور شدند که این داور صرفاً یک بازیگر است و معلوم نیست چطور ناگهان به یک کارشناس موسیقی تبدیل شده است. ادامه روند افزایشی قربانیان سفرهای نوروزی. با تداوم سفرهای نوروزی امسال، روند افزایشی تعداد کشته‌های جاده‌ای این سفرها هم همچنان ادامه دارد. روندی که شیرینی افزایش سفرها و کاهش موج کرونا را برای بسیاری از خانواده‌ها به تلخی کشانده است. عبور تعداد کشته‌های حوادث جاده‌ای از مرز 500 نفر، صدای برخی دستگاه‌های مسئول را هم درآورده است. عزت‌الله زرقامی وزیر میراث و گردشگری کشته شدن چند صد نفر در عرض تنها چند روز را در داور توصیف کرده و گفته این موضوع حتما باید ریشه یابی شود. مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی هم با انتقاد چند باره از میزان تلفات جاده‌ای یکی از دلایل اصلی این مسئله را بیکیفیتی خودروها دانستند و حتی رئیس پلیس راهور در مصاحبه‌های مختلف به نمونه‌هایی از باز نشدن کیسه هوای خودروهای داخلی و مواردی از این دست اشاره کرده است. با این حال، متولیان امنیت و بهسازی جاده ها و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی خودروسازی و خود خودروسازان به عنوان یکی از متهمان اصلی هنوز تصمیم نگرفتند واکنشی به این مسئله نشان دهند. در گذشت چند چهره فرهنگی، علی رضا قلی، جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی و سیاسی، روز دوشنبه 8 فروردین در سن 75 سالگی درگذشت. از آثار چاپی این پژوهشگر دو کتاب جامعه شناسی خودکامگی و جامعه شناسی نخبه‌کشی پرفروش شد و رضا قلی را به جامعه شناساند. همچنین حسین عبداللهی، مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه آرمان ملی، سه‌شنبه 9 فروردین در سن 51 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. او
پیشتر سردبیری روزنامه صدای عدالت را بر عهده داشت و در سال 90 صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه آرمان ملی شد. روز جمعه گذشته 5 فروردین نیز رضا براهنی دار فانی را وداع گفت. براهنی شاعر، نویسنده و منتقد ادبی 86 سال داشت و سالها بود که در کانادا زندگی می‌کرد. اسماعیل، طلا در مصر و کیمیا و خاک از جمله آثار براهنی در حوزه شعر، رمان و نقد ادبی هستند.